اقتدار نظام عزت ملت است شعاری است که روی بنر برنامه امروزی حک شده است. برگزار کنندگان این برنامه میگویند که به حمایت از نظام حاکم و حاکمیت قانون این برنامه را برگزار کردند. آنان میگویند که حاکمیت قانون در کشور باعث رفاه شهروندان میشود و افسودند که هر گونه زورگویی در مقابل قانون خط سرخ شهروندان است. برگزار کنندگان این برنامه از حکومت میخواهند که در امر رعایت قوانین در حکومت کوشا باشد و نگذارد که قانون در کشور پایمال شود. از طرف مردم هرات یک همایش برای حمایت از حاکمیت قانون و اقتدار دولت جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شده. اینا نماینده های مردم هرات هستند که در اینجا جمع شدند و میخواهند که قانون در سرتاسر افغانستان به شکل درست تطبیق بشه و مردم افغانستان از حاکمیت قانون که باعث رفاه از اینا میشه، باعث آسایش از اینا میشه، باعث آبادی کشور میشه کاملا حمایت میکنن. هر گونه قلدری، هر گونه زورگویی که در مقابل قانون و در مقابل حاکمیت افغانستان صورت میگیره، این از طرف مردم رد میشه و به اصطلاح خط سرخ مردم افغانستان بسته میشه که یک بار دیگر در قسمت های از این سرزمین دوباره در مقابل حاکمیت قانون یک تعداد افراد در ولایت ها استاده میشن و ما خواهان برخورد قاطع با این افراد هستیم تا که بتانیم حاکمیت قانون در تمام کشور تضمین کنیم. از سوی دیگر شماری از اشتراک کنندگان این برنامه میگویند که حمایت مردم از حکومت به معنی عدم انتقاد و اعتراض مردم از حکومت تلقی نمی شود، بلکه به اساس قرارداد دو جانبه اجتماعی مردم همچنان حق دارند تا از کمکاری ها و مشکلات حکومت انتقاد کرده و خواهان اصلاح شوند. به حیث یک فرد جامعه به یک شهروند وظیفه هر فرد است که باید از قانون حمایت کنه و توجه ما و توقع ما از دولت وحدت ملی، از حکومت وحدت ملی است که قانون به تمام اتباع افغانستان به طور یکسان باید عملی شه، نه که برای فرد افراد ضعیف جامعه تطبیق شه، باید به تمام زورمنده و به تمام افراد جامعه باید یکسان تطبیق شه. هر کس که به هر گوشی از این وطن خواسته باشه که اگه نظامی که مردم با جان دادن هزارها جوان به میلیونها انسان شهید و معلول شده تا این نظام به وجود آمده، یعنی هر کس خواسته باشه که اگر مقابل از این نظام استادگی کنه، مردم از نظام حمایت میکنم و حاضرم که از این نظام حمایت و پشتیبانی کنم تا امو اقتدار ملی ما به دست ما بیاد. این برنامه در حالی برگزار می شود که سه روز پیش اختلافات میان حکومت و والی پیشین بلخ به خشونت گرایید و چندین نفر در زد و خوردهای اخیر در ولایت بلخ زخمی شدند.